سرخط تازه ترین ها. مارشال دوستم تا ساعت 2 شب با طالبان رو در رو جنگید. ائتلاف شمال احیا می شود. با نام خدا و با تقدیم سلام با مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. بشیر احمد قاسانی در روی صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: مارشال دوستم ساعت 2 شب زمانی که طالبان بر پسته های شاهرای سر پل جوزجان حمله کردند، خود را به خط نبرد رسانده و این حمله را عقب زده است. همچنان این در حالی است که ائتلاف شمال احیا می شود. خبرگزاری افاق: وضعیت امنیتی آشفته شمال به مثابه منطقه نفوذ اصلی این 3 رهبر حتی می تواند روی موقعیت سیاسی آنان هم تاثیر بگذارد. ضمن آنکه قدرت نمایی نظامی دوستم در شمال چیزی نیست که برای دیگر رقبای سنتی و قومی او مانند عطا محمد نور قابل تحمل باشد. موضوعی که در پست فیسبوکی آقای نور هم به طعنه به آن اشاره شده است. دلیل آن است که هم این است که این خطر وجود دارد که او در آینده به تنها بازیگر نظامی در شمال تبدیل شود. دست آقای نور و امثال او از سیطره بر منطقه نفوذ سنتیش کوتاه است. محقق: رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفته است از پیام جناب عطا محمد نور که خواستار وحدت میان خودشان و مارشال دوستم و این جانب شده در چوکات نظامی جمهوری اسلامی حمایت می نمایم. عطا محمد نور اخیرا گفته است که می خواهد در مشورت و هماهنگی با مارشال عبدالرشید دوستم و محمد محقق مطابق یک پالیسی روشن بدون شکل دهی حکومت ملک الطوایفی برای دفاع از سرزمین خیش به پیش برویم. نور در ادامه نوشته است که مارشال دوستم حق دارد تجهیزات و امکاناتی را که از برخی کشورها به دست آورده است به نمایش بگذارد و از آن در دفاع از وطن استفاده کند. اما ما به دفاع جمعی و بسیج کلان نیاز داریم. آقای نور از سقوط ولسوالی ها طی هفته های اخیر نیز انتقاد کرده و نوشته است که قدرت، ثروت، امکانات، تجهیزات و دستور جنگی را حکومت در اختیار دارد. اما به گفته او نمی دانند که چه کنند. اگرچه تا زمانی نوشتن این متن مارشال دوستم به اعلام آمادگی 2 سال این ائتلاف نظامی احتمالی واکنش نشان نداده اند. اما در صورت موافقت او جنگ در شمال وارد مرحله تازه خواهد شد. با باور کارشناسان نظامی در شرایطی که حکومت پیوسته مشغول عقب نشینی تاکتیکی است از ولسوالی ها است و دامنه ناامنی ها حتی به ولایت سابق و امن بلخ نیز کشیده شود و یک ولسوالی این ولایت برای نخستین بار در 20 سال گذشته سقوط کرده و دست کم 2 ولسوالی دیگر آن در آستانه سقوط قرار دارد. ظهور یک ائتلاف نظامی متشکل از فرماندهان سابق جهادی می تواند معادلات امنیتی را تغییر دهد. در این میان مهمترین مسئله در شرایط کنونی شاید این باشد که رهبران آز و این ائتلاف نظامی احتمالی در چارچوب نیروهای امنیتی ملی وارد جنگ با طالبان می شوند یا مثل گذشته نیروهای شبه نظامی وفادار به خود را احیا خواهند کرد و با دریافت پول و تجهیزات نظامی از کشورهای دیگر هر کدام جنگ محدوده قدرت و گسترده نفوذ و حاکمیت خود را شکل خواهند داد.
اگرچه هم عطا محمد نور و هم محمد محقق تاکید کردند که در چارچوب دفاع ملی و حمایت از نیروهای امنیتی و جمهوری اسلامی افغانستان آماده همکاری و اقدام عملی اند و از سوی دیگر مارشال دوستم نیز دوشادوش نیروهای امنیتی در جوزجان سرگرم نبرد با طالبان است. اما آنچه مایه نگرانی ناظران مسائل نظامی شده این است که اگر قوای دولت و نیروهای دولتی همچنان رو به تحلیل برود و افول کند و دولت مرکزی خود را در رهبری عملیات نظامی علیه طالبان و مدیریت نیروهای رزمنده دیگر علیه این گروه را از دست بدهد، آیا باز هم وفاداری نیروهای نظامی یا شبه نظامی خارجی از دولت به دولت مرکزی و از جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب نیروهای مسلح ملی همچنان به عنوان یک اصل باقی خواهد ماند و رعایت خواهد شد یا خیر؟ سناریوی بدبینانه این است که دسترس نامحدود و مستقیم فرماندهان پیشین جهادی با پول و سلاح به جای تقویت امنیت ملی و تامین نظم و ثبات و استقرار نظام و تقویت قوای مسلح دولتی به مرکز گریزی، ظهور دوباره جزایر قدرت و تضعیف سلطه و اقتدار دولت مرکزی منجر شود. از سوی دیگر حتی اگر چنین اتفاقی هم رخ دهد، رابطه حکومت با فرماندهان پیشین جهادی به ویژه مارشال دوستم و عطا محمد نور هرگز مبتنی بر صداقت و صمیمیت و اعتماد نبوده است. در برخی روایت ها حتی آمده است که هم دولت کرزی و هم دولت کنونی بر رهبری اشرف غنی فرماندهان جهادی و ائتلاف شمال را خطرناکتر از طالبان دانسته و میداند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت کانال ما ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.